سلام لبنا، صبحت بخیر. صبح بخیر مامان. چی شده دخترم؟ چرا اینقدر صدات گرفته است؟ میخوای چی بشه؟ این که عادت هر روزم شده. چطور مگه؟ شاهنواز بهت چیزی گفته؟ اون که دیگه چیزی نمیگه. منظور چیه لبنا؟ با گذشت هر روز و هر لحظه داره ازم دورتر میشه. چرا ازش دلیلشو نمیپرسی؟ من فکر میکنم اون یکی دیگر رو میخواد. چی؟ حرف به این بزرگی رو به همین راحتی میگی؟ شما که میدونین از اولم رفتارش اینجوری بود و همه اینا تقصیر شماست مامان. چرا من؟ آره شما. شما فکر شاهنواز انداختین تو سر من و منم کم کم عاشقش شدم، در حالی که اون به این چشم من نگاه نمی کرد و فقط براش دخترموش بودم. ولی من همه ی زندگیمو با یه عشق خیالی دارم میگذرونم مامان. دخترم حرفای قبل از ازدواج یه چیز دیگه بود، الان تو همسرشی. اگه تو اونو اینجوری راحت بذاریش اونم هر طور دلش بخواد رفتار میکنه. شما که شاهنواز خوب میشناسین، هر کار دلش بخواد میکنه. ببین عزیزم، الان بد به دلت راه نده، این فکرای الکی رو از ذهنت دور کن. شماها بچه دارین، اون از پدرت حساب میبره. چقدرم بهش احترام میذاره، در ضمن شریک کاری پدرت هم هست. مامان شما به دانیل بگین از این به بعد بره شرکت، اگه اون پاشه بره اونجا ممکنه شاهنواز خودش رو جمع جور کنه و من بفهمم که با کی در ارتباطه. و شاید اگه دانیل مسئولیت رو دوشش بیفته اون وقت فکر اون دخترم از سرش ببره. آره حق با توه. باشه من با دانیل حرف میزنم. حرف نزن مامان، بلکه مستقیم اونو بفرسته شرکت. دانیل دیگه حرفی نزد مامان راجع به اون دختره مهرونسا؟ نه دانیل که چیزی نگفت، ولی بابات خیلی عصبانی بود. بابا؟ کی به اون گفته؟ دانیل دیگه، کی گفته؟ بعدش چی؟ بعدش هیچی، من که پدرتو آروم کردم، برای این دانیل زیادی غمگین شده. نگران نباشین مامان، به مرور زمان همه چی درست میشه. آره شاید تو راست میگی. باشه پس من برم حاضرشم، حالا باهاتون صحبت میکنم مامان. باشه عزیزم، مراقب باش. خداحافظ. چشم، خداحافظ. میوه بیار. چشم. صبر کن ببینم آقا کجا رفتن. ایشون که صبح خیلی زود رفتن. کجا؟ داشت با یکی تلفنی حرف میزد، خیلی هم نگران بود. هرچی ازت پرسیده میشه همونو جواب بده. حالا برو.